سازمان مسلمان آزاده پیامی را به اجلاس جی بیست ارسال کرد. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده پیامی را خطاب به شرکت کنندگان اجلاس گروه بیست در هامبورگ آلمان ارسال کرد. در این پیام که نسخه از آن در اختیار شیعه ویوز قرار گرفته آمده است، این اجلاس در شرایطی فوقلاده سخت برگزار می شود به ویژه اینکه اتفاقات زیانبار و بسیار خطرناک اخیر گریبان کشورهای شما و سایر کشورهای جهان را گرفته و با توجه به چگونگی خطرات و اتفاقات رخ داده نمود جهانی و منطقی آن متفاوت است این پیام در ادامه با ابراز نگرانی از مشکلات به وجود آمده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افزود برای حل این مشکلات لازم است با آنها برخوردی بدور از هر گونه کشاکش سیاسی، مصالح و یا منافع اقتصادی لحظه کوتاه بینانه نمود و منافع عالی انسانها را بر مطالبات گروه ها و تشکل های محدود مقدم دانست. است. مسلمان آزاده در ادامه پیام خود سران کشورهای جی بیست را مخاطب قرار داد و عنوان کرد آقایان رؤسا و رهبران پدیده تروریسم و پدیده بیابان زایی از خطرهایی هستند که جامعه انسانی را تهدید می کنند و همگان به خوبی می که سیاست های ناکارآمد از دیرباز تا به امروز عامل شدت گرفتن این دو پدیده ویرانگر در بخش بزرگ از جامعه جهانی بوده و مشکلات و مصیبتهایی را برای تمام ملت به وجود آورده است و همه کشورها با این مشکلات درگیر هستند. سازمان جهانی نفع خشونت در ادامه افزود تروریسم و مهاجرت جمعی نگرانی مشترکی را برای تمام جامعه بین المللی به همراه داشته و هیچ کشوری از آثار شوم آن بی نصیب نمانده تروریسمی که برخی کشورها از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنن و به شکلی که روزی حامی آن هستند و روزی قربانی آن از سوی دیگر دستاورد غولهای سنتی برای انسانها بالا رفتن دمای کره زمین و بیابان است که نقشی مهم در از بین رفتن محیط زیست همه کشورها دارند و این وضعیت موج خشکسالی قحطی گرسنگی و مهاجرت را در پی داشته و عوارض آن دیر زمانی است که خود را نشان داده همکنون سطح زندگی برای بسیاری از ملت تنزل یافته چرا که آب و امکانات کشاورزی خود را از دست داده اند. بدین ترتیب عوامل منفی زیست محیطی در منطقه به صورت اختشاشات و چالش‌ها و منازعات رخ نمود و مهاجرت مستقیم و غیر مستقیم به سوی اروپا را رقم زد. در پایان این پیام آمده است به این امید که سران کشورهای گروه 20 موضعی انسانی اتخاذ کنند و با تجدید نظر در شماری از سیاستهای خود به ای با این مسائل برخورد کنند که برای تمام ملتهای جهان سودمند باشد شاین ذکر اجلاس گروه بیست با شرکت سران و رهبران 20 اقتصاد عمده جهان نشست خود را در شهر هامبورگ آلمان آغاز کرده و شرکت کنندگان قرار است به منظور حل مشکلات و رفع اختلافات بر سر مسائل اقتصادی همکاری های تجاری بحران مهاجرت و تغییرات آب و هوا به مذاکره بپردازند